همراه هستیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. آقای آقایی، خیلی خوش آمدید. و چرا این توافق در این مقطع زمانی شکل گرفته؟ بگی اگر همه چیز طبق برنامه پیش بره، اتفاق غیر منتظره ای خاصی نیفته، به احتمال زیاد این توافق عملی میشه. اما همونطور که شما گفتید، اینکه چرا الان این توافق صورت گرفته در این مقطع زمانی موضوع مهمی هستش. البته نزدیک به 2 سال هستش که مذاکرات بعضن پشت پرده یا علنی برای تبادل زندانیان صورت میگرفته، اما من فکر میکنم که این موضوع اعزام ادوات و تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه در مجبور شدن جمهوری اسلامی به امتیاز دادن و آزادی زندانیان بی تأثیر نبوده. ببینید، جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و البته نمایش قدرت نظامی آمریکا، مشخصا سنتکام توی منطقه، 2 گزینه داشت و داره: یا اقدام به توقیف کشتی بکنه، سطح تنش رو عمدن ببره بالا و در برابر آمریکا و سعی بکنه که قدرت نظامی آمریکا رو به چالش بکشه، یا اینکه بیاد امتیاز بده و عملا تنش رو مدیریت بکنه تا در این شرایط بتونه یه سری امتیازات رو بده و شاید هم امتیازاتی رو بگیره. به نظر من جمهوری اسلامی گزینه دوم رو انتخاب کرد. من فکر میکنم اگرچه موضوع مذاکره برای تبادل زندانیان با مسئله تنش منطقه‌ای و ارسال این ادوات و تجهیزات نظامی در ظاهر موضوعاتی جدا از هم به نظر میرسه، یعنی آمریکا برای آزادی این زندانیان خودش احتمالاً ناو و جنگنده و 2500 نیرو نفرستاده به منطقه، اما اگر جمهوری اسلامی توی همین وضعیت اقدام به توقیف کشتی میکرد، اونم در شرایطی که آمریکا داشت قدرت نمایی میکرد، همین شرایط برای توافق برای تبادل زندانیان هم صورت نمیگرفت. یعنی اگر جمهوری اسلامی اقدام به توقیف کشتی میکرد، وارد فاز رویاروی بیشتر با آمریکا میشد، برای آمریکا خیلی سخت‌تر بود که به پول به جمهوری اسلامی بده در اون وضعیت. بنابراین میخوام بگم که آمریکا تونست یک بازدارندگی خیلی محدود و شکننده ای رو ایجاد بکنه، امتیازاتی رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی الان مشکلی نیستش که این بازدارندگی محدود آمریکا خیلی ضعیف و شکننده است و عملا پول دادن به جمهوری اسلامی و هیچ گارانتی هم وجود نداره که جمهوری اسلامی 2 روز دیگه 3 روز دیگه اقدام به توقیف کشتی نکنه، مگر اینکه این یک توافقنامه کلی تر باشه و جمهوری اسلامی حتی در مورد تنش منطقه‌ای هم یه سری امتیازاتی رو به آمریکا بده. آیا آقایی، اما یک دوگانه وجود داره: عده‌ای معتقدند که معامله با جمهوری اسلامی باج دادن به گروگانگیر، و عده‌ای هم معتقدند که چاره‌ای نیست و باید زندگی شهروندان رو نجات داد. نظرتون چیست درباره این دوگانه؟ واقعیت این هستش که دولت آمریکا وظیفه خودش میدونه که جان شهروندانش رو نجات بده و برای این کار با شیطان هم معامله میکنه، ولی مسئله این هستش که خب چرا دولت بایدن امتیازاتی رو داره به جمهوری اسلامی میده؟ بله، چاره ای نیست، آمریکا باید زندگی شهروندانش رو نجات بده، ولی وقتی در روابط بین الملل معادلات قدرت نقش ایفا میکنه، به نظر من آمریکا باید بتونه در این حال زندگی رو برای اون طرف باجگیر و گروگانگیر تبدیل به جهنم بکنه، به این معنا که باید چنان بازدارندگی حداکثری ایجاد بکنه از طریق حالا سری فشارها و اعمال یک سری هزینه های گزاف برای طرف گروگانگیر و اخخاز، که اگر او خواست برای دفعه دیگه اقدام به گروگانگیری بکنه، نه دو بار بلکه 50 بار فکر بکنه. این گروگانگیری و مبادله زندانیان در دوران ترامپ هم رخ داد. در دسامبر 2019 آقای وانگ مبادله شد، آزاد شد از زندان‌ها در زندان در ایران، ولی دولت ترامپ پولی به جمهوری اسلامی نداد. به نظر من دولت بایدن میتونست این توافق تبادل زندانیان رو انجام بده بدون اینکه کوچکترین امتیازی به جمهوری اسلامی بده و این پول رو بخواد آزاد بکنه برای جمهوری اسلامی، ولی به نظر میرسه که دولت بایدن همون سیاست مماشات رو با جمهوری اسلامی در پیش گرفته. و حتی من فکر میکنم که احتمالاً دولت بایدن حتی با جمهوری اسلامی سمپاتی داره و این یک خطر بسیار بزرگی برای ایران میتونه باشه. ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک.